سلام کی بودی؟ من امروز اومدم با یه ویدیوی جنجالی دیگه. ویدیوی امروز درباره شهرام عبدالی، یکی از بازیگران مطرح کشورمونه. ایشون متولد 29 اردیبهشت سال 1355 در تهرانه و بازیگر سینما و تلویزیونه. اون فارغ التحصیل لیسانس رشته ادبیات بوده و عاشق نویسندگان بزرگ و موسیقی سنتی و کلاسیک ایرانیه که با سریال خط قرمز به شهرت رسیده. شهرام عبدالی در محله جوادیه تهران به دنیا اومده و پدر مادرش اصالتاً ترک هستن و یک خواهر و یک برادر داره. از 2 تا 17 سالگی در محله قلعه مرغی بوده و حالا ساکن اکباتان تهرانه. اون گفته که بچه بازیگوش و درس نخونی بودم. خانواده از دستم کلافه بودن اما کاری ازشون ساخته نبود. یادم سر امتحانات نهایی نرفتم و توی مدرسه شبانه ادامه تحصیل دادم. همون موقع به عنوان کارگر توی کفاشی با نخزنی شروع کردم و در عرض 3 ماه حرفه‌ای شدم. حقوق ماهانه هم بیشتر شد و پدرم اصلا باور نمی کرد که پسرش انقدر تغییر کرده. در ادامه از خاطرش در شهریور سال 1370 تعریف کرده و گفته که 15 سالم بود. یه روز در مسیر خونمون بنری نظرم رو جلب کرد که روی اون نوشته بود فرهنگ سرای بهمن راه اندازی شد و کلاس های متنوعی شروع شده. روز بعد رفتم و توی همه کلاس ها اسمم رو نوشتم. خلاصه همه حقوق اون ماه رو دادم و توی کلاس هایی مثل تئاتر و موسیقی ثبت نام کردم. حضور در کلاس های تئاتر انگار پاسخ به همه کمبودهایی بود که توی محلمون احساس میکردم. بعد از مدتی توی مدرسه روزانه شهید مطهری ثبت نام کردم و تئاتر و نمایش رو همزمان با ادامه تحصیل ادامه دادم. شهرام عبدالی در سال 1378 وقتی که 23 ساله بود بعد از قبولی توی تست با سریال همسفر به کارگردانی قاسم جعفری اولین بار جلوی دوربین رفت. سال 1380 دوباره در سریال قاسم جعفری به نام خط قرمز بازی کرد و با نقش بابک کنار شهرام حقیقت دوست، پویا امینی و سروش گودرزی به شهرت رسید. این بازیگرمون سالهاست که ازدواج کرده و صاحب 2 فرزند پسر به نامهای آرتین و آدریان هست. به گفته شهرام از بچگی توی مهمونی ها تقلید اطرافیانو می کردم. پدرم هم به شدت به سینما علاقه‌مند بود و به سینما می رفت و مخالف حضور من توی عرصه هنر نبود. اون گفته که پیانو، ویولون، تار و ستار رو خیلی دوست دارم. در بین ویولونیست ها علاقه خاص به مرحوم پرویز یاحقی و محجوبی دارم. همچنین گفته در تال جلیل شهناز را هم بسیار دوست دارم و پیانو تنها سازیه که هر کسی بزنه برای من گوش نوازه. اون از فعالیت های تئاتریش هم گفته که حداقل سالی 1 بار تئاتر بازی میکنم. تئاتر رو نمیتونیم فراموش کنیم چرا که خانه اول و آخر ماست. گفته که در فیلم های تاریخی سالهای مشروطه رو دوست دارم که نقش محمد علی شاه رو بازی کردم، نقشی که خودم خیلی دوست داشتم. مردم حضورم توی سریال های اینطوری رو دوست دارن و اصولا خودم به کارهای تاریخی خیلی علاقه دارم و برام جالبه. با توجه به جنس صدا و نوع چهرمم باید بیشتر توی کارهای تاریخی حضور پیدا کنم، اما اینطوری نیست. از فیلم ها و سریال های خفن ایشون میتونیم به نفس های آرام،
ماه گرفتگی، راز ناتمام، فرشتگان بیبال، صبح آخرین روز، راه و بیراه و خیلی از فیلم ها و سریال های دیگه اشاره کنیم. متاسفانه در شنبه 29 بهمن ماه سال 1401 شهرام عبدالی بازیگر 46 سالمون که برای بازی در یک سریال در مشهد به سر می برد حین استراحت در هتل دچار عارضه مغزی شد. این بازیگر تلویزیون و سینما بعد از عمل جراحی الان در بیمارستانی توی مشهد بستریه و گفته شده وضعیت مناسبی نداشته و در کمای عمیقه. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. حتما برام نظرات قشنگتون رو کامنت کنید. لایک و سابسکرایب و زنگوله هم فراموشتون نشه. به امید سلامتی هرچه زودتر این بازیگرمون.